وقتتون بخیر دوستان، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو بهتون درمان کمردرد با مرجون آویشن رو میخواییم معرفی کنیم. اگه کمردرد دارید، گیاه آویشن رو در دسترس هم دارید، کنار خودتون بذارید که تو این ویدیو قراره یه مرجون فوق‌العاده بهتون آموزش بدیم و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کمردردی که از شایع‌ترین امراض میان مردمه، همگام با شهری شدن و تغییر سبک زندگی انسان‌ها به دلیل پیشرفت فناوری، کمردرد به یه بیماری مزمن و رایج در میان مردم تبدیل شده. وزارت بهداشت انگلستان اعلام کرده بیشتر افراد در طول زندگیشون با درجات مختلفی کمردرد مواجه هستن. کمردرد میتونه ناشی از حالت بد نشستن و حتی یه زخم جزئی باشه. در بیشتر موارد کمردرد موضوع نگران کننده ای نیست و با گذشت هفته و ماها خوب میشه. با این حال شما میتونید خطر ابتلا به کمردرد رو با تغییرات جزئی در عادات غذاییتون کاهش بدید. افراد میتونن با تغییراتی در عادات غذاییشون سرعت بهبود کمردرد رو افزایش بدن یا از ابتلا از بروز اون جلوگیری کنن. یکی از این مواد غذایی که باید به رژیم غذاییشون اضافه کنن آویشنه. بله، متخصصان گفتن که آویشن یه داروی مهم طبیعی برای درمان کمردرده. این گیاه شامل موادیه که میتونه احساس درد در افراد رو تسکین بده. حتی میتونه از آویشن به عنوان یه مسکن طبیعی بهره گرفت. التهاب میتونه درد کمر رو دردناک‌تر کنه و از اونجا که آویشن یک ضد التهابه میتونه مانع از تشدید درد بشه. زمانی که یه فرد مبتلا به کمردرد میشه، اولین راهکاری که به ذهنش خطور میکنه استفاده از داروهای شیمیاییه. با این حال راهکار ساده تر برای مقابله با این درد وجود داره. آویشن فراتر از یک گیاه معطره، این گیاه با موادی که داره میتونه درد رو تسکین بده و با خاصیت ضد التهابیش باعث کاهش درد کمر بشه. همزمان با افزودن آویشن به رژیم غذایی، افراد میتونن از چای سبز هم به طور مستمر استفاده کنن. حالا سوال اینجاست، از آویشن چطوری استفاده کنیم که دردهایی مثل درد عضلانی و مفصلی، روماتیسم و درد کمر از بین بره؟ مورد اول حمام آویشنه. از این گذشته میتونید در حمام از خواص این گیاه بهره مند بشید. برای این کار 60 گرم آویشن رو در 1 لیتر آب بریزید و بذارید بجوشه. در ظرف رو بذارید و از زیر شعله رو کم کنید و بذارید به مدت 15 تا 20 دقیقه دم بکشه. محلول رو صاف کنید و در آب وان بریزید. 15 دقیقه در وان دراز بکشید تا خستگیتون از بین بره. توجه داشته باشید که حمام آویشن برای انواع تسکین دردهایی مثل روماتیسم هم میتونه مفید باشه. خب، روش دیگه چیه؟ استفاده از روغن آویشنه. مالیدن روغن آویشن به هر عضوی که درد کنه، سرعت گردش خون رو در اون ناحیه زیاد میکنه و به همین دلیل در درمان بیماری هایی مثل درد عضلانی و بیهسی اعضا، پیچیدگی و گرفتگی عضلات و درمان رگ به رگ شدن کاربرد زیادی داره. برای این منظور 100 گرم برگ و گل آویشن خشک رو 24 ساعت در 1.5 لیتر آب بخیسونید. سپس جوشونده به قدری که آب اون نصف بشه صافش کنید و آب اون رو در 150 گرم روغن زیتون یا کنجد به قدری بجوشونید تا آب اون بخار بشه و فقط روغن بمونه. استفاده از حمام آویشن همراه با روغن آویشن میتونه اثر قابل توجهی در کاهش درد روماتیسم و کمر داشته باشه و مصرف اون در کلیه مبتلایان به این دردها به ویژه افراد مسن و سال خورده بسیار توصیه و تجویز میشه. همچنین شما میتونید علاوه بر روغن و حمام آویشن از چای آویشن هم استفاده کنید. استفاده از چای گیاهی آویشن سبب درمان گرفتگی های عصبی میشه و به عنوان داروی روح‌افزا و آرام بخش مغز و اعصاب به افراد توصیه میشه. خوردن روزانه 2 فنجان از چای مرکب آویشن در 2 وعده صبح و عصر به عنوان داروی مقوی مورد استفاده قرار گرفته. برای تهیه چای مرکب آویشن 2 مثقال آویشن شیرازی رو با 1 مثقال بابونه، 1 مثقال گل گاو زبان، 1 مثقال بادرنج بویه و 1 مثقال مرزنجوش مخلوط کنید و در 1 لیتر آب جوش بریزید و 12 دقیقه بذارید تا دم بکشه.
سپس اون رو با کمی عسل یا نبات شیرین کنید و میل کنید. آبیشان منبعی از ویتامین کا، آهن، کلسیم، منگنز. این مواد معدنی نقش مهمی در سلامت رشد و تراکم مناسب استخوان و کاهش مشکلات استخوانی رو ایفا می‌کنند. یکی از همین مزایا و ویتامین‌ها باعث اثر بخشی اون در درمان گرفتگی عضلات قاعدگی و سایر اسپاسم‌ها مثل درد کمر در بدن میشه. همچنین مصرف چای آبیشان همراه با عسل سبب میشه خواب آرامی داشته باشید. روغن آبیشان دارای اثرات آرام بخشه و میتونه خستگی رو کاهش بده و خلق و خو رو بهبود ببخشه. خب، روش دیگه ای از دمنوش آبیشان رو میخواییم بهتون آموزش بدیم. مواد لازم: آب جوش نیم لیتر، آبیشان تازه 2 قاشق مربا خوری، زیره سبز 2 قاشق مربا خوری، دانه سبز زنیان 2 قاشق مربا خوری. همه گیاهان رو ترکیب میکنید و با هم داخل قوری میذارید. به مدت 15 دقیقه میذارید دم بکشه و سپس اون رو از صافی رد میکنید و نوش جانتون میکنید. در بعضی منابع اشاره شده که مصرف زیاد آبیشان یا اوساریون در دوران بارداری میتونه احتمال سقط جنین رو افزایش بده. بنابراین توصیه میشه که این دمنوش رو خانم های حامله استفاده نکنن. این چای علاوه بر درد کمر میتونه برای متوقف کردن سرفه، نفخ معده، تقویت سیستم ایمنی بدن، سلامت قلب و همچنین بوی بد دهان مناسب باشه، چون سرشار از آنتی اکسیدان هستش. همچنین برای سینوزیت هم مناسبه، ولی یک سری عوارض جانبی هم داره. روغن آبیشان هنگام استفاده بر روی پوست بسیار ایمنه. در برخی افراد استفاده از روغن روی پوست میتونه باعث تحریکش بشه، پس بهتره که از این اطلاع داشته باشید که بهش حساسیت دارید یا نه. آبیشان به احتمال زیاد در زمانی که توسط کودکان در مقادیر طبیعی مصرف بشه ایمنه، اما اگه بیشتر از دوزش مصرف بشه ممکنه خطرناک باشه. همچنین افرادی که به پونه کوهی یا سایر گونه های اون حساسیت دارن ممکنه به آبیشان نیز حساسیت داشته باشن. آبیشان ممکنه لخته شدن خون رو کند کنه. مصرف آبیشان ممکنه خطر خونریزی شما رو افزایش بده، به خصوص اگه در مقادیر زیادی مصرف بشه. همچنین افرادی که به سرطان مبتلا هستن قبل از استفاده از آبیشان باید از پزشکشون مشورت بگیرن، زیرا که ممکنه در استروژن اختلال ایجاد کنه. آبیشان ممکنه باعث بشه که لخته شدن خون کند بشه. بنابراین اگه جراحی دارید، حداقل 2 هفته قبل از جراحی برنامه‌ریزی شده استفاده از آبیشان رو متوقف کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مؤثر بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت برای ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.